کیومرث پوراحمد به زندگی خود پایان داد. مجله سینمای فیلم امروز خبر داد که کیومرث پوراحمد، کارگردان سرشناس ایرانی از سرافسردگی و ناامیدی، به زندگی خود پایان داد. کیومرث پوراحمد 25 آذر ماه 1328 در نجف آباد اصفهان متولد شد. پوراحمد فعالیت خود را با نقدنویسی در ماهنامه فیلم آغاز کرد و سال 1353 با دستیاری در سریال آتش بدون دود به کارگردانی نادر ابراهیمی وارد سینما شد. با نوشتن فیلمنامه مسیر را ادامه داد و فیلم آلبوم تم از کارهای شاخص او بود که در دهه 60 شمسی چندین بار از تلویزیون پخش شد و مورد توجه قرار گرفت. پوراحمد از جمله فیلمسازانی بود که تبحر خاصی در درست نشان دادن لهجه‌های قوم‌های مختلف ایرانی داشت. نمونش لهجه یزدی در آلبوم تم بود و لهجه اصفهانی در قصه‌های مجید. همکاری موفقیت‌آمیز او با نویسنده کتاب قصه‌های مجید یعنی هوشنگ مرادی کرمانی ساخت سریال پرطرفداری را رقم زد که بعد از سالها همچنان پرطرفدار و نوستالژیکه. حضور یک نوازگر در این سریال در نقش بیبی با ایفاگری پروین دخت یزدانیان مادر پوراحمد باعث شد که فیلمسازان دیگر هم از این روش استفاده کنند. همچنین ساخت فیلم موزیکال خواهران غریب توانایی پوراحمد در ساخت این ژانر کمتر قد دیده شده در سینمای ایران رو هویدا کرد و به خصوص خسرو شکیبایی حضور متفاوت در آن داشت. گفته میشه فیلم شب یلدا با حضور محمدرضا فروتن و الهام چرخنده الهام گرفت از زندگی خود اوست. اما فیلم تلخ کفش هایم کو که درباره زندگی یک شخص مبتلا به آلزایمر است، در حقیقت حدیث نفس زندگی خود او در سالهای پایانی عمرش بود. پوراحمد در فیلم اتوبوس شب در سال 1385 به ژانر جنگی پرداخت و خسرو شکیبایی که در اوج بیماری خود بود، سختی های بیماری خود رو به نقش گره زد و کاری ماندگار به جای گذاشت. پرونده باز است آخرین فیلم او بود. روحش شاد، یادش گرامی.